اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. مشرکین عموماً و همچنین بسیاری از اهل کتاب یا درباره معاد اصلا نمی اندیشیدن، یا اگر اندیشه‌ای داشتن قیامت را مثل دنیا می پنداشتن. و ثانیین اصلا منکر معاد بودن، می گفتن انسان با مرگ نابود می شود. می گفتن برحر قیامت هم باشد مثل دنیا، همونطوری که در دنیا ما مرفهیم و مورد قبول و عنایت بت‌ها هستیم، در آخرت هم این چنین است. قرآن کریم می فرماید یقیناً آخرت هست و یقیناً آخرت غیر از دنیا. این دو مطلب را درباره قیامت بیان میکند. میفرماید به اینکه اون چی که شما درباره قیامت میپندارید که میگویید شاید نباشد، برفرضم باشد مثل دنیا، این چنین نیست. قیامت یقیناً موجود است، روزیست که لا ریب فیه، و یقیناً هم نظام قیامت غیر از نظام دنیا. در سوره کهف وقتی جریان اون متمکن را نقل میکند میگوید به اینکه آیه 35 و 36 سوره کهف این است که اون متمکنی که وارد باغ شد و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. وارد باغ پرثمری شد و گفت هرگز این باغ از بین نمی رود و یک ملک نمیر است. اونگاه گفت و ما از اون ساعت قائمت هم فکر نکنم قیامتی باشد، برفرض قیامت هم باشد و لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اگر چونچه قیامت هم باشد ما را در قیامت بیش از دنیا پاداش و نعمت می دهند. آیه 35 و 36 سوره کهف این است که اون متمکنی که وارد باغ شد و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. وارد باغ پرثمری شد و گفت هرگز این باغ از بین نمی رود و یک ملک نمیر است. اونگاه گفت و ما اظن ساعت قائمت هم فکر نکنم قیامتی باشد، برفرض قیامت هم باشد و لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اگر چونچه قیامت هم باشد ما را در قیامت بیش از دنیا پاداش و نعمت می دهند، زیرا ما مورد عنایت خداییم که در دنیا به ما مال داد. این دو خیال باطل را وحی الهی از ذهن اینها گرفت. فرمود این چه نیست که قیامت یه امر مرددی باشد، بلکه امری لا ریب فیه، تردید ناپذیر. و این چه نیست که نظام قیامت مثل دنیا باشد، یقینا در قیامت نه شفاعت است و نه عدل است و یعنی عدل پذیری است و فدیه پذیری است و نه نصرت است و نه جزا. این دو تا فکر را از ذهن وثنیین و همچنین از ذهن بنی اسرائیل که فکر میکردن ما از یک نژاد برتر هستیم و فرزند اسرائیل سلام الله علیهم لن تمسن النار الا ایام معدوده، این دو مطلب را از ذهنهای اینها به دور داشت. اونگاه فرمود به این که هیچ جایی برای نصرت نیست، شما منصور نخواهی بود، یعنی نه تنها عدلی و عدلی از شما پذیرفته نمی شود، فدیه از شما پذیرفته نمی شود، شفاعتی از شما مقبول نخواهد شد، چیزی هم به فکر شما نیست. بالقول مطلق شما از نصرت برخوردار نیست. که این جمله آخر آیه محل بحث این است که ولا هم ینصرون. این ولا هم ینصرون برای آن است که معمولا ستمکارها در دنیا کمک یک دیگرند. این صحنه را خود سبحان در قیامت تشریح میکند. میفرماید به این که در قیامت ما دستور میدهیم که این تبهکاران را بازداشت کنند. از اونا سوال میکنیم که ما لکم لا تناصرون، چرا امروز به فکر یک دیگر نیستید، یک دیگر را یاری نمی کنید. در سوره صافات آیه 24 و 25 این است که و قفوهم انهم مسئولون. به عده اجازه عبور میدهند که اینا از صراط مستقیم بگذرن، این مؤمنان هست. درباره عده دستور توقف و بازداشت میدهند. فرمود و قفوهم، قف هم لازم است هم متعدی، هم به معنای بی هم به معنای نگهدار، یعنی بازداشت کن.
خدای سبحان به فرشتگان دستور میداد که قفوهم، یعنی بازداشت کنی اینا رو. چرا؟ برای اینکه اینها مسئولون، اینا باید سوال بشن. سوالی که از اینها به عمل میاد این است که ما لکم لا تناصرون، چرا به فکر نصرت یک دیگر نیستی؟ در دنیا با نصرت یک دیگر تباهی را مرتکب میشدی، امروز چرا قدرت نصرت ندارد که دیگر رو یاری کنی؟ احدی امروز ناصر شما نیست. این همون بلاهم یونسرون است که در آیه محل بحث. در تتمه مسئله شفاعت، گرچه بحث های شفاعت در آیات دیگر ممکن است به خواست خدا آید، این نکته باید بحث رسد که شفاعت هرگز عامل غرور نیست. شفاعت در حد علاج است، همونطوری که هیچ داروی انسان عاقل را تشویق نمی کند به مرض، شفاعت، توبه، این گونه از علل و عوامل بخشایش علاجی هرگز انسان عاقل را وادار به گناه نمی کنند، عامل غرور نخواهند بود. اگر گفتند برای فلون درد داروی اختراع شده است، این دارو انسان را مغرور نمی کند که خود را مریض کند. دارو برای آن است که اگر کسی مریض شد درمان بشود، دارو که انسان را تشویق به مرض نمی کند. در فقه این مثال هست، میگوین قاعده من ادرک برای فوات قهری است نه برای تفوید عمدی. قاعده من ادرک آن است که اگر کسی وقتش به پایان رسید، بیش از وقت یک رکعت نماز نمونده است، یک رکعت نماز را در وقت ادراک بکند، مثل آن است که همه وقت را ادراک کرده است. یعنی اگر کسی 5 رکعت نماز را میتواند بخواند، 4 رکعت نماز ظهر و 1 رکعت نماز عصر، بیش از این وقت ندارد. 4 رکعت نماز ظهر را میتواند بخواند که یک مقدارش در وقت اختصاصی عصر قرار میگیرد، 1 رکعت نماز عصر را هم میتواند بخواند، بقیه نماز عصر در خارج وقت. اینجا گفتن قصد ادا هم میتواند بکند. اگر کسی 1 رکعت را در وقت ادراک کرده است، مثل آن است که همه وقت را ادراک بکند. خب این قاعده من ادرک مربوط به فوات قهری است نه تفویت عمدی. یعنی اگر کسی در اثر عذر گرفتار شد، وقتش به پایان رسید، اگر 1 رکعت نماز را در وقت درک بکند، مثل آن است که همه نماز در وقت درک کرده است به منزل ادا. این است که میگن من ادرک رکعتا من الوقت یا فی الوقت که من ادرک جمیعا، این مال فوات قهری است نه مال تفویت عمدی که کسی عمدن نمازش به تأخیر بیاندازد که فقط وقت 1 رکعت داشته باشد. توبه نظیر قاعده من ادرک است که اگر کسی گرفتار شد، مبتلا به گناه شد، راه درمانش باز است. شفاعت به منزله قاعده من ادرک است که اگر کسی گرفتار شد و دستش به جایی نرسید، ممکن است در اثر شفاعت راهی به بهش پیدا کند، نه اینکه عمدن گناه کند به بهانه شفاعت. نظیر اینکه عمدن وقت را به تأخیر بیندازد به تمسک به قاعده من ادرک، یا عمدن خود را مریض کند به بهانه اینکه داروی فلان درد و فلان مرض اختراع شده است. دارو اگر اختراع شد برای آن است که مریض را درمان کند، نه انسان سالم را اجازه بدهد که خود را مریض کند. مضافاً به این که در مرضهای عادی ممکن است اگر یک کسی به اعتماد دارو فریب بخورد خود را مریض کند، اون دارو را معالجه بکند، ولی اگر کسی خواست به اعتماد شفاعت یا به اعتماد توبه تن به گناه بدهد، این احیاناً به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله گرفتار گناه مضاعف است. این اهانت به توبه و شفاعت است. اگر کسی توبه را و استغفار را و شفاعت را مجوز گناه بداند، دوگه چون شفاعت هست من گناه میکنم، خب از من شفاعت میکنم، یا استغفار چون هست من معصیت میکنم بعد استغفار بکنم، این اهانت به استغفار است. استغفار مجوز گناه نیست، استغفار برای کسی است که احیانا به دام گناه مبتلا شد، نه اینکه انسان را اجازه بدهد و بگوید تو گناه بکن بعد استغفار میکنی. این سبک گرفتن و استهزاء به استغفار است که خود معصیت دیگر است. این چنین است که هر کسی به استغفار و توبه موفق بشود. ممکن است کسی بیمار بشود و بعد اون دارو را درمان بکند، و اگر کسی به اعتماد دارو خود را مریض کرد، ممکن است
اون مرضش با اون دارو درمان بشود. ولی مشکل است کسی خدا به امید استغفار یا به امید شفاعت خدا آلوده بکند عمدن و بعد موفق بشود به طهارت. برای اینکه شفاعت در ظرفی نافع است که انسان دینش مرتضا باشد، در ظرف شفاعت اون مشفوع له باید دارای دینی باشد مرتضا، گرچه اعمال بدی هم دارد. خب از کجا گناه برای انسان دینی باقی بگذارد؟ این خطر را قرآن به ما گوشزد کرد که گاهی سیئات صغیره زمینه سیئات کبیره فراهم میکند، گاهی هم سیئات کبیره اکبر کبائر را که شرک است در پی دارد، که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا. این را در سوره روم به ما هشدار داد، فرمود این چه نیست که هر کسی گناه بکند با ایمان بمیرد و در قیامت دینش مرتضا باشد تا در ظرف شفاعت دارای دینی باشد که مرضی حق باشد. در آیه 10 سوره روم این چنین است که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت بعضی از گناهکاران این است که اصل مبدا و معاد را منکر میشود. خصیصه شیطان این است که به وسیله گناه در انسان راه پیدا میکند و انسان را از دین بیرون میبرد. کی مطمئن است که بعد از گناه توفیق توبه نصیبش میشود؟ فمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. اگر به همین تفسیر معروف تطبیق بشود، یعنی پایان کار گناهکارانی که گرفتار سیئات شدن تکذیب خداست، یعنی پایان معصیت کبیره کفر است. خب چه شخصی اطمینان دارد که بعد از معصیت کبیره توبه نصیبش میشود یا از شفاعت برخوردار است؟ این اهانت به شفاعت و توبه است که اگر کسی بگوید چون شفاعتی هست من تن به گناه میدم، چون استغفاری در پی هست من تن به آلودگی میدم. این چنین نیست. چه اینکه در سوره مبارکه 8 هم این هشدار را به ما داد، در آیه 16 سوره حدید این است، فرمود الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر الله و ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فرمود مؤمنین اونا که اصل مبدا و معاد و وحی را پذیرفته‌اند باید بدانند که وقت خشوعشون رسیده است. هنوز وقت اون نرسید که بترسند و هر چه زودتر باید این سیئات را جبران کرد. برای اینکه قرآن دو جهت درش هست که انسان را خاشع کند، اول این است که این حق است، انسان در برابر حق باید خاشع باشد. دوم آن است که این ذکر خدا با لسان موعظه بیان شد، انسان در برابر موعظه باید متعظ باشد. کتاب‌های علمی و عقلی فقط ممکن است مشتمل حق باشند، اما لسان اونها لسان هدایت نیست، لسان اونها لسان موعظه نیست. شما در هیچ کتاب عقلی و کتاب برهانی نمی‌بینید که برهان را با موعظه کنار هم ذکر بکنند. این قدرت را ندارن، اون تأثیر را هم نداره حرف اونا. اما قرآن کریم در این حال که برهان بر توحید نقل میکند دستور موعظه هم میدهد، چون نور است، هدایت است. تنها کتاب علمی و عقلی که نیست، مثل کتاب معقول که نیست. فرمود چون این حق است باید در برابر حق خاشع بود، و چون یاد خداست باید یاد خدا دلها را خاشع کند. این دو سبب در قرآن هست که باعث خشوع قلب است. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. یعنی این دو تا حد وسط است، باید اینا قلبشون خاشع بشه. چرا؟ چون قرآن حق است در برابر حق باید خشوع کرد، و چون قرآن ذکر خدا و یاد خدا و نام خداست و در برابر نام خدا باید خشوع داشت. پس الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. این دعوت و هدایت. بعد در کنارش هم یه انذار و هشداری هست، فرمود ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. فرمود هنوز وقت اون نشد که از این گروه بپرهیزن، مثل اینها نباشن، مثل اهل کتاب نباشن. اهل کتاب یه وحی، یه پیامبری برای اینها آمده، اینا کم کم فاصله گرفتن، از دستورات آسمانی جدا شدن. این انفصال اول به صورت مکروهات بود، بعد معاصی صغیره بود، بعد معاصی کبیره بود، بعد قلب قاسی شد. این که فمود فتحال علیهم الامر فقست قلوب ها،
نه یعنی تاریخ طول کشید یا زمان طول کشید. اگه تاریخ طول بکشد یا زمان طول بکشد و انسان اون دین رو حفظ بکند که عمیق‌تر می‌شود. یک مؤمن کهنسال دینش قوی‌تر از یک انسان نوسال است. تنها طول تاریخ نیست، یعنی این نسیانشون طولانی شد، این تباهیشون طولانی شد، این گناه وقتی طولانی بشود زمینه دل رو می‌بندد. شما در این منطقه‌های کوهستانی ملاحظه فرمودید اون چشمه هایی که املاح معدنی دارن، اگر این چشمه در 20 سال قبل از یک جای سرسبز بجوشد و حرکت کند، چون دارای رسوبات است جلوی راه خود را می‌بندد. یعنی شما اگر 20 سال قبل یا 10 سال قبل از کنار این کوه می‌گذشتید، می‌دید اینجا یک سرزمین سرسبزی است و چشمه هم تازه اینجا جوشیده. چون این چشمه زلال نیست، دارای املاح رسوبی است، همچنین می‌آید راه خود را می‌بندد. اول اون مزرعه را خشک میکنند چون رسوبات دارد، کم کم راه خود را هم میبندد، اصلا قدرت حرکت ندارد. بعد چند سال میشود یه تلی از کوه. خیلی از این کوه ها در اثر رسوبات این چشمه هستند که گرفتار املاحن. دل این چنینه، این دل اول راه خود را میبندد، به جای اینکه از این دل ماء معین بجوشد، این دل جلو خود را میبندد. یکی از القاب ولی از ارواح نافدا اینه که اون ماء معین و وارثان انبیا و نائبان اون حضرت و شاگردان اون حضرت هم مائمعینن. عالم را میگن مائمعین. خب چرا عالم مائمعینه؟ برای اینکه چشمه جاری است که تراه العیون و تناله الدلا. اون چشمه ای که در دل زمین است که مائمعین نیست، نه چشم او را میبیند نه دست و تناب به او دسترسی دارد. اون چشمه ای که چشم او را میبیند و جاری میشود در دسترس تشنه هاست، اون را میگوین ماء معین. علم خصیصش این است که از سینه عالم به زبان عالم جریان پیدا بکند، بعد به گوش مستمع میرسد، از گوش مستمع به قلب او میرسد، از قلب او به زبان او در میآید، از زبان او به گوش سومی به چهارمی میرسد. این آب جاری، اینو میگن علم. و عالم ماء معین است. و خب اگر در اسلام عالم ماء معین است و علم ماء معین است، کدام علم است که ماء معین است؟ اون علمی که جریان داشته باشد، نه راه خود را ببندد. اگر علمی زلال نباشد و صاف نباشد و او خاصیت زلالش از دست بدهد و آلوده باشد، راه خود را میبندد. فمود ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. حالا وقتی این دل قاسی شد، همه مبادی و غایات دینی را منکر شد، حرف در او اثر نمی کند. بنابراین ممکن است انسان در درجه اول در مبدا یک مبدعی باشد، یه آبی داشته باشد، ولی چون آلوده کرد راه خود را بست، حالا نمی تواند حرکت کند، لذا همونجا خفه می شود و می ماند. این چشمه ها بعضی مدتی فرو می رود و که راهی برای رفتن ندارن. که این حد سنگین که در اثر رسوبات او جلو راه او را بست، باعث شد که او فرو برود. فرمود شما مانند کسانی نباشید که در اثر طول گناه و فراموشی عهد خدا غصت قلوبهم. پس بعضی از سیئات صغیره است که نظیر رسوبات جلو انسان را میبندد، انسان را به گناه کبیره مبتلا میکند، بعد به اکبر کبائر مبتلا میکند. خب کیست که اطمینان داشته باشد بعد از گناه به توبه موفق میشود؟ چه کسی اطمینان دارد که به شفاعت موفق میشود؟ هیچ کسی این اطمینان را ندارد. بنابراین شفاعت عامل غرور نیست، یک راهی است برای امید که اگر کسی مبتلا شد، توبه راه خوبی، توبه راه بهش را به اونشون میدهد. توبه مثل داروست، شفاعت مثل داروست. هرگز دارو انسان عاقل را تشویق به مرض نمی کند. دارو برای مریض است که اگر کسی در اثر علل قهری بیمار شد، از دارو استفاده کند، نه کسی عمدن خود را مریض کند برای دارو. این چند فرق هست. اما روایتی که دیروز از اموالی برمون صدوق نقل شد در باره حضرت امیر سلام الله علیه، این است که در مجلس 86 از مجالس مرحوم صدوق که در روز سه‌شنبه 5 روز مونده به پایان ماه رجب سال 368 هجری، این جلسه را مرحوم صدوق داشتند و این مطالب را املا کردند. در امالی مرحوم صدوق
شماره مجالس هست، تاریخ مجالس هست، مثل اعمالی مرحوم مفید، در اونجا در این مجلس 86می که در روز سه‌شنبه در سال 368 هجری ایراد فرمودن این چه این است. اون روایت را از ابن عباس نقل میکند که ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکند که قال ان حلقه باب الجنه من یاقوت حمرا الا صفائه الذهب فاذا دقت الحلقه على صفحته تنس وقالت يا علي، یعنی کوبه در بهشت از یاقوت سرخ است و صفحه در بهشت طلاست و هر وقت این کوبه بر صفحه در کوبیده شود تنینی دارد و تنین او و صدای کوبه در یا علی. و اما مطلبی که باز مربوط به بحث خود ماست که احیانا گناه به منزله آتش است و هستی انسان را از بین میبرد و به انسان شاید توفیق توبه و امثال ذلک ندهد، اون را هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه در همین کتاب شریف اعمالیشون نقل کردن که هر وقت موقع نماز فرا میرسد فرشتگان الهی مأموریت پیدا میکنن که بگوین قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاکفوها بصلواتکم. این را از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که حضرتش میفرماید من از پدرم شنیدم، او از پدرش نقل کرد تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرتش فرمود ما من صلات یحضر وقتها، هیچ نمازی وقتش فرا نمیرسد الا نادا ملک بین یده الناس، فرشته در پیشاپیش مردم در حضور مردم ندا میکند که قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاکفوها بصلاتکم، یعنی برخیزید اون آتش هایی که بر پشتشون روشن کردید با این نماز اول وقت اون آتش ها را خاموش کنید. خب معلوم می شود گناه آتش است. اگر کسی نتوانست این گناه ها را خاموش کند، خب این آتش ها به حیات او خاتمه می دهند، دیگه راه برای این که در آینده امید توبه یا امید شفاعت داشته باشد نیست. و اما اون روایتی که چند روز قبل از کافی نقل شده است مربوط به شفاعت قرآن، این را به عنوان آخرین بحث شفاعت در این قسمت تبرکن نقل کنیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب فضل القرآن اولین حدیثی که نقل بکند این است به عنوان فضل قرآن. این را از امام باقر سلام الله علیه نقل بکند که امام باقر به این راوی به نام سعد می فرماد یا سعد تعلم القرآن، قرآن را یاد بگیرید، فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق، در قیامت به بهترین صورت محشور می شود. و الناس صفوف 20 و 100 الف صف، مردم صفهای فراوانی دارند، 120 هزار صف در قیامت هست، شاید ناظر به کثرت صفوف باشد. 80 الف صف امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 40 الف صف من سایر الامم، 80 هزار صف از امتان خاتم انبیاء علیه آلاف و تحیت و سنایم و 40 هزار صف از سایر امم. این قرآن که عبور می کند فیاتی علی صف المسلمین فی صورت رجل، از کنار صف مسلمان ها عبور می کند به صورت یک مسلمان خوب، به صورت یک مرد نورانی. فیسلمو فیندرون الیه ثم یقولون لا اله الا الله الحلیم الكریم ان هذا الرجل من المسلمین نعرفه بنعته و صفته غیر انه کان اشد اجتهادا مننا فی القرآن. صف مسلمان ها که میرسد مسلمان ها میگوین این یک مردیست از ما، منتها او از ما بهتر قرآن میخوند و عمل میکرد، لذا از ما نورانی تر است. تا اینکه از صف اینها هم میگذرد، اینها خیال میکنند که از مسلمان هاست، لذا فمن هناکه اعطی من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه، او یه نورانیتی دارد که ما نداریم چون از ما بالاتر. ثم یجاوز حتی یأتی علی صف الشهدا،
از صف مسلمین آدمی گذرد به صف شهدا میرسد. فینظر الیه الشهدا، شهدا به قرآن نگاه میکنند، میگویند به این که لا اله الا الله الرب الرحیم، ان هذا الرجل من الشهدا نعرفه بسمته و صفته غیر انه من شهدا البحر. شهدا میگویند به این که این شهید است مثل ماست، اما این که او از ما بالاتر است، برای این که در دریا شربت شهادت نوشید، ما در صحرا شربت شهادت نوشیدیم، این از ما بالاتر است. فمن هناک اوتی من البهاء والفز ما لم نؤته. وقتی از صف شهدا میگذرد معلوم میشود که از اونها هم نیست. قال فیتجاوز حتى یأتی صف شهدا البحر فی صورت شهید، فینظر الیه شهدا البحر فیکثر تعجبهم و یقولون ان هذا من شهدا البحر نعرفه بسمته و صفته غیر ان الجزیره التي اصيب فيها كانت اعظم هولا من الجزیره التي اصبنا فيها. این در یه جزیره شهید شد که سختیش بیش از جزیره بود که ما شربت شهادت نوشیدیم، این از شهدای بحر هست، لذا از ما بالاتر و ما او را به خوبی میشناسیم. همه اینها ملاحظه فرمود که میگن ما قرآن را میشناسیم. فمن هناک اوتی من البهاء والجمال والنور ما لم نؤته ثم یجاوز حتی یأتی صف النبیین والمرسلین فی سورة نبی مرسل فینظر النبیون والمرسلون الیه فیشتد لذلک تعجبهم و یقولون لا اله الا الله الحلیم الکریم ان هذا النبی مرسل نعرفه بسمته و صفته غیر انه اوتی فضلا کثیرا. انبیا میگوین این از انبیاست، ما او را به خوبی میشناسیم، با نشانه و صفت او را میشناسیم، ولی درجه رسالت به نبوت او از ما بالاتر است، لذا از نورانیتی بیشتری برخوردار شد. اونگاه انبیا همه جمع میشوند، فیجتمعون فیأتون رسول الله علیه آلاف و تحییت و سنا و یسألونه و یقولون من هازا. همه انبیا میان حضور حضرت خاتم، از حضرت میپرسند این بزرگوار کیه؟ اونگاه رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا میفرماید هازا حجت الله علی خلقه، این حجت خدا. فیسلم قرآن از صف انبیا هم بعد از سلام می گذرد، ثم یجاوز حتی یأتی علی صف الملائکه فی صورت ملک مقرب، به سر فرشتگان که می رسد به صورت یک فرشته مقرب ظهور می کند. فتنظر الیه الملائکه فیشتد و تعجبهم و یک بروزالک علیهم لما رأوا من فضله و یقولون تعالی ربنا و تقدس ان هذا العبد من الملائکه نعرفه بسمته و صفته غیر انه کان اقرب الملائکه الى الله عز وجل مقاما فمن هناک البس من النور والجمال ما لم نلبس. همه فرشتگان میگویند ما او را میشناسیم، او یه فرشته است از ما مقربتر، لذا نور بهتری به او داده شده است. تا اینکه از صف فرشتگان هم میگذرد، ثم یجاوز حتی ینتهی الى رب العزه تبارک و تعالی فیخر تحت العرش فیونادیه تبارک و تعالی، به پیشگاه خدای سبحان می رود و سجده‌ای دارد، به تواضع و خشوعی دارد. اونگاه خدای سبحان می فرماید یا حجتی فی الارض و کلامی از صادق ناطق ارفع رأسک سل تغت وشفع تشفع. خدای سبحان به قرآن می فرماید ای کلام من، ای حجت من، ای کلام صادق و ناطق من، سر بردار، سوال کن، به تو میدهم، شفاعت کن که شفاعت تو مقبوله. این است که قرآن حق شفاعت دارد. خب رنج اونها بیشتر از افضل الاعمال احمدها. اگر یک کسی بداند به جایی دسترسی پیدا میکند که قبر او اصلا به بازماندگانش ارائه نمیشود، یه فداکاری بیشتری میخواهد تا یک کسی که بالاخره قبر او را با سلام صلوات مردم زیارت کنند، نعش او را، پیکر او را با تجلیل تشریح کنن. خب اینا فرق دارد، پیش خداوند یکسان است، اما از این طرف خضوع این بنده بیشتر است. به کسی بین آسمان و زمین خود را در اختیار قرآن قرار بدهد، بگوید این من و این بدن من، هر چه میخواهی بکن، خب این فداکاری بیشتری میخواهد. کسی که اصلا نه از قبر او نشانیست نه از بدن او نشانیست، یه همچه فداکاری داشته باشد، البته گذشتش بیشتر است، درجهش هم بیشتر است.
این حدیث شریف را تا آخر ملازم فرمید. در پایان دارد به این که به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد مگر این که قرآن حرف میزند، مگر قرآن سخن میگوید که از صفوف اونها میگذرد. فبود آری قرآن حرف میزند، نماز حرف میزند، مگر حرف نماز را نمیشنوید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. معلوم میشود غیر از این الفاظ، غیر از این مفاهیم حصولی، غیر از این صورت ذهنی که در ذهن انسان هست و انسان متاسفانه از اینها متاثر نمیشود، یه حقیقت دیگری هم دارد که در قیامت این حقایق ظهور میکند، برای اهل معنا در دنیا هم ظهور میکند. انسان حرف نماز را میشنود، دستور نماز، فرمان نماز را میشنود، نماز با انسان سخن میگوید این کار بد را نکن، این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و همه اینها در روز قیامت ظهور میکنند. نه اینکه اینا فقط تمثیل باشد، تشبیه باشد، اینا حقایقی است که به صورت تجسم عقاید و تجسم اخلاق و تجسم اعمال با ما در میون گذاشتن، وگرنه اینا سخن میگویند و در قیامت سخن اینها روشن میشود. الحمدلله رب العالمین.